الو، خب امروز میخوایم با هم دیگه نون توست درست بکنیم. برای درست کردن نون توست به 230 میلی لیتر شیر ولرم احتیاج داریم و 8 گرم ایست و یه قاشق چایخوری شکر که اینا رو با هم مخلوط میکنیم و صب میکنیم تا 10 دقیقه به عمل بیاد. تا ایستمون به عمل بیاد به 360 گرم فلاور احتیاج داریم. حالا شما میتونین یا برید فلاور استفاده کنین یا آل پرپس فلاور. به فلاورمون 20 گرم شکر و 7 گرم سالت رو اضافه میکنیم. به جای شکر میتونین از عسل هم استفاده کنین و خوب با هم دیگه مخلوطشون میکنیم. حالا که ایستمون بعد از 10 دقیقه به عمل اومد، به فلاورمون اد میکنیم به علاوه 50 گرم کره آب شده. حالا همه رو با هم خوب مخلوط میکنیم تا به یک خمیر تقریبا چسبنده برسیم. این خمیری که الان به دست اومده یه مقداری چسبنده است. برای اینکه بتونیم راحت تر ورزش بدیم یه 20 دقیقه میذاریم استراحت بکنه. یه پلاستیک روش میکشیم و دست بهش نمیزنیم. ولی اگر دارین با استند میکسر این کار رو انجام میدین میتونین این مرحله 20 دقیقه استراحت رو اسکیپ کنین. بعد از 20 دقیقه حالا میبینیم که خیلی خمیرمون اندازه که اون اول چسبناک بوده چسبناک نیست. روی چوبی که میخواییم خمیر رو ورز بدیم یه مقداری فلاور میریزیم و واسه 8 دقیقه کامل این خمیر رو ورز میدیم تا به یه خمیر خیلی سافت برسیم. بعد از 8 دقیقه که خوب ورزش دادیم به حالت چونه درش میاریم. یه کاسه ای که خوب چربش کردیم رو حاضر میکنیم و خمیرمون رو میذاریم توی کاسه تا واسه 1 ساعت الی 1 ساعت و نیم استراحت کنه و دو برابر بشه. حالا 1 ساعت و نیم از خمیر من گذشته و خمیر من کاملا دو برابر شده. از توی کاسه در میاریم خمیر رو و پهنش میکنیم. بعد که خوب پهنش کردیم رولش میکنیم و داخل ظرفی که چرب کردیم قرارش میدیم و صب میکنیم تا 1 ساعت دیگه این خمیر رایز بکنه. خب حالا دیگه خمیر من بعد از 1 ساعت کاملا حاضره. فرم روی 375 داغ کردم و خمیرم رو داخل فر میذارم برای تقریبا 40 دقیقه، ولی باز بستگی به فرتون داره. خب بعد از 45 دقیقه حالا نون ما حاضره. باید صبر بکنیم تا سرد بشه. همیشه یادتون باشه که حتما صبر بکنید تا 40 دقیقه کامل سرد بشه نون. برای این باید صبر بکنین تا نون سرد بشه بعد برشش بدین، چون وقتی از توی آون در بیارین این هنوز خودش توی خودش داره میپزه و اگر شما اون لحظه کاتش بکنین تمام بافت نون از بین میره. یه لطفی هم به خودتون بکنین که وقتی میخواین نون رو برش بدین مثل من روی اون رک این کار رو انجام ندین، چون خیلی کار سختیه. حتما رک رو از زیرش بردارین و روی اکچوال برد خودتون کاتش کنین. خب حالا وقتشه که یه دست محکم واسه خودتون بزنین و به خودتون افتخار کنین که نون به این خوبی درست کردین. حالا من تصمیم گرفتم با این نون خوشمزه یه کلاب ساندویچ ولی به سبک ایرونیش درست بکنم.
صدای کریسپی بودن شنیدین؟ Okay, bye.